موسیقی در سرزمین ما از گذشته های دور در رودبار زلال فرهنگ تار به تار و سینه به سینه جریان دارد و از حنجره هنرمندان و نوای نوازشگرانش بازتاب یافته است. هنر با نهاد هنرمند آمیزش دارد و با برداشت ها، آموزش ها و تجارب در عرصه های مختلف پالایش می‌یابد. عشق است سپر دل، رخسار تو میره دل، رخسار تو میره دل، استاره من بخوام، باره بس سپر دل، باره بس سپر دل، استاره من بخوام، باره بس سپر دل، باره بس سپر دل، دینش که چه پروین را دن بالا گسلم شد بینش که چه پر بین را دن بالا گسلم شد بن مایوم یه رویت ای میر گسلم شد استار نیف شانم در دامن دلم شد. هنرمندان افغانستان هم چون گلهای خود روی از هر گوشه این سرزمین سر بر افراشته اند و به بلندگی رسیدند و کمتر زمینه میسر بوده است تا از نوازش زمینه سازی برای رشد و هم ستایش لازم برخوردار شوند. گاه این مایوسیت ها و جفای روزگار در هنرشان نیز بازتاب یافته است و همدردان را به سوی خیش کشانیده اند. جاودانیاد ساربان هنرمندی است که صدایش یک آسمان درد را می سراید، سوز نهانی که برای پیر و جوان قابل درک است و چون اندک هنرمندان همزمانش ویژگی خود را داشته است. صدای ساربان صدای تنهایی، درد و اشتیاقی است که او را صدای زمان خودش و نسلهای بعدی ساخته است و به دوستارانش افزوده است. عبدالرحیم محمودی یا ساربان در سال 1936 مسیحی برابر به 1316 خورشیدی در گذر علیرضا خان شهر کابل در یک خانواده متوسط پا به هستی گذاشت. کودکی را در دامان پرمهر خانواده سپری نمود و پدر و مادر حد توان در پرورش فرزندانشان کوشیدند. جاودانیاد ساربان پس از آموزش‌های ابتدایی شامل لیسه حبیبیه کابل گردید. بعد از ختم بکالوریا به خدمت سربازی شتافت و در قوای مخابره و سپس در چند مرجع دولتی مستر خدمت گردید. ولی این کار بر مزاجش برابر نبود. گاهی در کنار دوستان می سرود و به هواخواهانش افزوده می شد. پدرش تجارت کوچکی در دل کابل داشت و پیوند با خانواده روشنفکر سیاسی کشور زنده‌یاد محمودی داشتند. ساربان با وجود شهرت و محبوبیتش در میان مردم زندگی عادی داشت و با تحمل دشواری‌های روزگار پاک زیست و به مداحی و ستایش زورمندان نپرداخت. می‌گویند او از کودکی آواز می‌خواند و زمزمه‌های کودکانه‌اش پیوسته شادی بخش فضای خانواده بوده است. روزها سپری می شوند و زمزمه های ساربان دیگر تنها در فضای خانواده محدود نمی ماند.
حالا خانواده های همسایه نیز می دانند که در همسایگی آنان نوجوانی می زید که هر از چند گاه تنین صدایش فضای کوچه را لبریز از شور و نشاط زندگی می سازد. بازیگر و کارگردان تئاتر وزیر محمد نکهت که نیز در آن کوچه زندگی می کرد، در سال 1952 میلادی دست ساربان را گرفت و او را به پوهن ننداری یا تئاتر معارف برد. ساربان آنجا زیر نظر فرخ افندی، یک تن از پیشکسوتان و پایه‌گذاران تئاتر نوین افغانستان، کارهای هنری خود را آغاز کرد. به نظر محمد شریف محمودی، یک تن از خویشاوندان ساربان، در آن دوران ساربان فعالیت‌های هنری خود را با نام اصلیش عبدالرحیم محمودی آغاز کرد. او هنر آوازخوانی و بازیگری در تئاتر را همزمان پیش می برد. مدت زمان درازی از چنین تلاش‌های هنریش نگذشته بود که او در میان شهروندان کابل شهرت نکو یافت. این امر سبب شد که از او تقاضا شود تا در رادیو کابل نیز به آوازخوانی بپردازد. چنین تقاضای برای رحیم محمودی جوان خود پیروزی بزرگی بود. محمد شریف محمودی می گوید که روزی در تئاتر معارف ساربان در میان دو نمایش نامه شعری خواند از ملک الشعرا بهار. من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید. فصل گل می گذرد هم نفسان بهر خدا، بنشینید به باغی و مرا یاد کنید. یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان، چون تماشای گل و لاله و شمشاد کنید. اجرای این آهنگ ولوله‌ای در تئاتر به وجود آورده بود. تماشاگران با هیجان کف می زدند و تحسین می کردند، اما کجاست که خبرچین نیست؟ خبرکشانی که در تئاتر بودند با اضافه چند دروغ و راست دیگر رفتند و این خبر را به مقامات رساندند. چنین بود که روزی دستش را گرفتند و از تئاتر و رادیو برونش کردند و وزارت مطبوعات آن روزگار دستور به قطع تمام فعالیت‌های هنری او داد. پدر ساربان پیر محمد شغل برنج فروشی داشت. ساربان نیز رفت و به دنبال شغل پدر و سال چند برنج فروشی کرد تا اینکه به خدمت زیر بیرق پرداخت. اضافه از 5 سال میان ساربان و هنرش فاصله پدید آمد، ولی روان هنردوست ساربان از جستجو باز نه ایست و عاشقانه راهش را پیش گرفت. باز هم پیشگامان تئاتر سراغ او را گرفتند و این بار رشید جلیا چهره ماندگار دست مروت به سوی او دراز می کند و رحیم جوان بار دیگر خود را در تئاتر معارف می یابد و پشت مایک رادیو. جانان کم نما تا که انسان پر جفا تا که چندان بی وفا تا که چندان بی وفا تا که فراقاتش به جان افروخت و جانان کن و ما تاقه بیده یادم بالم سوخت و انسان بی وفا تاقه جانان کن و ما تاقه انسان پر جفا تاقه چندان بی وفا تاقه چندان بی وفا تاقه. در این دوره رحیم محمودی برای خود نام هنری ساربان را انتخاب می کند.
و این نام آرام آرام در افق هنر آوازخوانی در افغانستان به ستاره تبدیل می شود در کنار چند ستاره انگشت شمار دیگر. اولتر از همه من سلام خدا و تمام بیننده و شنونده های عزیز تقدیم میکنم و دوست از من خواهش کردن که سر سوربان گپ بزنم، چون سوربان یگانه رفیقی که از دوره مکتب رفیق ما بود. در مکتب هر دوی ما در مکتب بودیم، سرترانه بودیم در یک مکتب، من سرترانه بودم در یک مکتب بود. او والیبال میشد بین مکاتب، والیبال میکردن ما بین خود، یک طرف مکتب خود استاد میشد، یک طرف ما، یک طرف سوربان میخوان، یک طرف ما. باز از همینجا رفاقت ما شروع شد. باز آستاسا پسانا خواندن شروع کرد سوربان. خانهشان به کوچه علیزاخان بود. شوای ماه رمضان که میشد میامد در دان کوچه در اینجا میخواندم. زیادتر آنگاه فیلمی رو وقت رواج بود. قصه ای که ما بر شما میکنیم قصه های 60-70 سال بیشتر است. دیگه در دان کوچه آنگاه رو میخواند بود. کل مردم از سرک تیر شده نمیتونست همینجا میشیشت. یعنی یک خواندنش باید دارم من، یک خواندن از فیلمش یادم نیست. و بی تو شام غم کاتنی ہے زندگی اپنی. با شعر زیر سر کوزات ساخت. من آخر از غمت ماه رو دیوان خام شد، چو مجنون خاک و سار گوشه وی ران خام شد. همجا میگرد بازی را اساس تا در رادیو خواند و بازبار از این رفاقت مازی زیاد دام کرد. یعنی دستانی بلدیه تقریبا مازی 10 سال یک جای بدیم. وقتی که اونجا درام نمایش داده میشد، بعد از اینکه پرده کشید پیش پرده، من بودم سوربان بود، امین آشفته بود، محمد ابراهیم نسیم برادرم بود، یه آهنگ میخواندن. از اینجا خواندن ها شروع شد. باز استاس تا آمد رادیو دیگه. سوربان همیشه آهنگ ها رو ثبت میکرد. ثبت میکرد وقت 80 افغانی از یک خواندن میداد، از یک ثبتش. سوربان عسکر بود. از عسکری وقتی که می آمد 80 روپه که میدادی 40 روپه یا 30 روپه تکسی رو میداد. یک دار روپه شام سیگرت میخرید و تقریبا یک دار روپه 15 روپه برای خودش میموند بس خلاص. امروز ببینید که به صدا خواندن که میشنین، هر کدام از این برای سوربان از نگاه مادی یک کم پیسه برش میداد که به قدر اون صداست که میمونه. صدایش مگر همیشه جاودان مونده. یادم هست خوب به خاطر دارم سوربان در مندهی سحنه بلدی هم در مندهی به سحنه اشاره نیم داره میگوستن. در مندهی به دکانش بود، دکان برنج فروشی داشت. دکاناشون خیلی متعاله هست و نمیفهم نیست. دکان برنج فروش داشت. من میشیشتم در صندلی و اونمونجا قرار پالوش میشیشتم و صحبت میکردیم، گپ میزدیم. خب سوربان صاحب، این رو خواهد ما شما میفهمیم که در زندگی هر انسان عشق وجود داره، مخصوصا هنرمندا که با عشق همیشه سر و کار داشتن. شما چطور گاهی عاشق بودین؟ عاشق هستین؟ هیچ نفهمیدین یا آهنگایی که قدر پرسوز میخوانین، یک لحن غم انگیز داره آهنگای شما. طبیعتش بود یعنی همیشه تر شما آهنگای خواندین که هر شنونده شنیده حتما زیر تاثیر گرفتین شما؟ نه والا هر شنونده شنیده دقاور کردیم هیچ وقت. نو جبر از دیگه سر. نه والا ما تا جایی که من شخصا میفهم آنقدر صدای شما علاقه من داره که هیچ اندازه نداره. نه خب شما شکست نفسی میکنین. خب با وجود که شما آواز بسیار مقبولی هم دارین، در این وقتهای آخر مخصوصا در چند سال هیچ از شما آهنگ نو در رادیو نشنیدیم و به تلویزیون ندیدیم. زمینه برای شما مساعد نیست یا خودتان نمیخواین؟ نه من خودم نمیدیم. اگر نیم مرشیز نگفتن تا میدقی که شما خواستیم. بله یعنی میخواین که آهنگای تازه ثبت بکنین شما؟ نه ولی توانش نیست. بله چطور ایجاد نمیتن؟ نه موزیک سیب خوشوی نیست دیگه. بودش چه فایده دیگه که تو کار کنید؟ دعاغاز میخواستم ابراز تشکر بکنم از بنیاد گرامی شاه ماما که دعوزای مختلف فرهنگی و هنری کار بسیار جالبی را روی دست گرفتن. همچنان سزاوار یادآوری است که اعضای خانوادهشان
برنامه مریضی ابراهیم ساربان هنرمند بسیار بالا مقام ما در کابل و در پشاور در کنارش بودن و روزگارهای سخت و دشواری را تای کرد و همسویی و همنظری و همنوایی داشتن. به نظر ما آنچه ساربان بسیار فراز آورده افزون بر انجلی بسیار گیرایش در پشت سر آواز ساربان یک سوز و درد نهفته است. این سوز و درد وقتی از انجلی کنرمندی مثل ساربان ابراز میشه و جامعه را هم در نظر بیاریم با دردهای تراکم کردیش بر دلا می نشینه. اشعاری که انتخاب میشه صرف ساربان یا عزیزانی که در کنارش هستن، این اشعار بیشترینش از غم، اندوه، نارضایتی، درد سخن دارن. و اگر اشعاری از لاوتیر انتخاب میکنن، ناسیمین بهبانی را، یک بود دیگه موضوعیست که یکی از بزرگای عزیز ما دکتر صاحب جاوید مرحوم گاهی یادآوری داشت که وقتی هنرمند اشعاری را میخوانه که بسیار جالب است و خوب میخوانه، پرسش ایجاد میکنه که شعر از کی است. در افغانستان رواج نداشته که بگوین آهنگ کی ساخته و یه اشعار از کی است، ندرتا در بیرو گفته میشد و استثناءات بسانه. اشعاری که از ابوالقاسم لاهوتی انتخاب شده بود برش، اشعاری را که از سیمین بهبانی انتخاب شده بود، زمینه را فراهم میکنه که یک عده به اونا علاقمند شوند و اشعارشان را دنبالش برند و بخوانند. با عرض سلام و احترام بر شما و بر بیننده های محترم برنامه زیبایتان، در مورد مرحوم ساربان صاحب من باید بگویم که تا اون جایی که من به خاطر دارم و شناختی که دارم از ایشان، بسیار دوران طولانی است، دوران که من طفل بودم 5-6 سالگی که من به خاطر دارم، چرا آهنگایشان بسیار میشنیدم و اون وقتا در رادیو آهنگا البته از یک رادیو نشر میشد، میشدم بسیار علاقه داشتم بر آوازم، بر زیک آوازش برای من بسیار تأثیر بخصوصی داشت، نه تنها برای من بلکه بسیار مردم دیگه هستن که آوازش بسیار زیاد خوش دارن، میپدن و تأثیر داره. بر زیک آهنگ که میخوان با یک سوز بود، با یک درد بود، با احساس بود و بسیار زیبا اجرا میکدن و آهنگایی را که میخواندن که از استاد سرمست مرحوم بود یا استاد نی نواز یا از دیگر هنرمندایی که برش تهیه میکردن به بسیار زیبایی او را اجرا میکرد و میخواند که قابل پذیرش بسیار زیاد در جامعه وقت و تا اکنون قابلیت پذیرش داره که امیال نسل آل هم آهنگایش را میشنوند و میخوانند و علاقه مندش هستند. در مورد شخصیت خود ساربان صاحب اگر گپ بزنم، یک شخصیت بسیار عالی داشت، شخص بسیار متواضع، مهربان، با احساس، با عاطفه و بسیار بی‌نهایت با پاس بود. پاس دوست و رفیق و خویشکام هر کدام هم میتونست و در این زمان بسیار انسان قانع بود. چنانچه روشان شد باشه که وان فقصه میگه که یک جمله بسیار خوب میگفت که یک پند و یک درس است که میگفت طمع را نباید که چندان کنی که صاحب کرم را پشیمان کنی. این بارها دیگه میگفت، ازش میشنیدم و صحبت های بسیار جالب داشت. من دیدنش میرفتم در کوچه رضاخان زندگی میکردن، وقتی که میرفتیم باز اونجا تابستان میبود، نزدیک خانهشان یک شیخ بازی بسیار خوب بود که بسیار مشهور بود، باز اونجا برای ما شیخ میخواست، میشتیم در مخانه شیخ میخوریم، گپ و قصه با همه فامیل، باز اولادایش، باز دخترایش، با سر شب درب جان با همگی خوب میشیم. و در این زمان یک قصه دیگه است که من یک دفعه دیگه زمستان بود، رفتم خانهشان به دیدنش رفتم و ششتیم به صندلی، یک صندلیگه که داشتم اونجا ششتیم و قصه کردیم و زیاد وقت آخر من که برمانم، گفتم من میرم کاکا، چون من کاکا میرم میشه
کاکا ما میرم نگه با من خواهد گفتو باش که تو که آمازی زامت کشید تا اینجا باشه چیزی ما برای توفه بتونم گفتم کاکا چرا توفه می مکنم کنم این چیزی گفت کنم توفه کار نارم گفت نه تو باشه اینجا تو که زامت کشیدی آمازی آمازی یک کلونیا داشت گفتم یک کلونیا را خو بگی گفت من ببخشید گفت یک کمش استفاده کردیم برای من دیگر چیز نیستم بشیم امیر توفه بگی یعنی یک شخصیتی بود که کوشش میکرد که قدر بکنه احترام بکنه چیزی که ازش به بر یک نفر انجام بده اگر اطفال خرد میبود میرفتن به دیدنش همی جیب خود از نهر پیسه که میبود برشان میداد و آدم مادی نبود هیچ مادی پرست نبود و دیگر در قسمت هنر شگر بگویم که هنر پیشترام بودم که یک آوازخان بخصوصی بود و در این زمان در تئاتر هم کار میکردن که وقت در صحنه بلدیه میفتن در مندوی کابل بود که در اونجا با استاد فراخ و کاکایمشان بودن نسیم و ارمان و دیگر رفیق صادق و جلیاس و بینا در اونجا هم نقشایی را کار میکرد بسیار موفق شب با خودم خمار بودم سرگرم چشم یار بودم من گل پرستم به بادم هستم افتاده یک دل امشب زدستم من گل پرستم به بادم هستم افتاده یک دل امشب زدستم چوب چوب بکنید از لای نکنید دیدم ز شوخی مطا برم ساربان در کنار میلیون ها دوستدار صدایش زهر چشم های را نیز تحمل می کرد. بسیاری ها بدین باورند که پیوند ساربان با خانواده دکتر عبدالرحمن محمودی سبب شده بود تا همیشه مقامات او را از پشت شیشه های غبار آلود شک و تردید نگاه کنند. او شعرها را با دقت و توجه خاصی انتخاب می کرد. مشک تازه می بارد، ابر بهمنی کابل، موج سبز می کارد، کوی و برزنی کابل. این یکی از زیباترین آهنگ های ساربان است که شعر آن از شاعر غزل سرای معروف کشور ضیاء قاری زاده است. این روزها شنیدن این آهنگ قلب انسان را از اندوه فشرده می سازد. در افغانستان سال هاست که از ابر بهمن، در شهر کابل و دیگر شهرها و دهکده ها مشک تازه نمی بارد بلکه از ابرهای سیاه و زخیم جنگ پیوسته باران آتش و ویرونی می ریزد در چشم تردا سبز بال پردا آرد نگه هستی دیگر دارد سرب و سوسنی کابل نگهتی دیگر دارد سرب و سوسنی کابل مشک تازه می بارد ابری بمنی کابل مشک تازه می بارد ابری بمنی کابل سمچ سبز می من که ساروان فیلم سونی میوال بود او خواندن شده بود که آیا دولی می جانه والی او جانه والی ناموجه و تا جا دولی می جانه والی با شیر زیر کوزات ساخت یعنی تو یک در کالای کنان پوشید و سر استیج برامد این مردم یادم است که گریه میکردن میگفت او یار جانی فریاد و ای خدایا مردم ز انتظاری او یار جانی فریاد و ای خدایا مردم ز انتظاری این امیر یادم است که خواندن کالا میفرید سر استیج اترام میرفت امیر میخوند
ای از فیلم سونیمایوار است که دولی را میبرد پشت دولی اما خواننده این خوانده میرفت. یکی خوانده این خواندن هم بسیار یاد من میاد این خواندن. دیگه این خواندن که بعد از اونجا آمدن به رادیو. وقتی که در رادیو ارکستر بود، ارکستر سرمست بود، ارکستر شرقی بود، ارکستر غربی بود که رهبری رو از این ارکستر سرمست استاد ننگله میکرد. یکی از آهنگایی که بسیار مشهور است، شهرت داره، شعر از این یوسف کوزات ساخته. یوسف کوزات چون رسام بود، شعر همیشه رسم میکرد. یعنی دیشب به خدا خمار بودم، سرگرم دو چشم یار بودم، من گل پرستم، بیبادم مستم، افتاده یک دل امشب زدستم. این خواندن از خواندنهای بسیار زیاد مشهور است، کمپوزش از استاد سرمست است. شعرش یوسف کوزات چی کده؟ نوشته کده. دیگه پس اونا اینطور شد که به خاطر دارم که ساربان یک ذره وضع اقتصادی خراب شد، در رادیو همراه رئیس رادیو گپ زدیم، سارای پسان دیگه که یک قزمه ایچی ها برش تهیه کنه. رادیو گفت که ما اینطور بودجه نداریم، خیطر کنید که همراه ساربان سالای بعد است دیگه قرارداد میکنیم که یک خواندن هم در یک ماه کنه، 5000 افغانی بر شماش میدیم. گفتیم خب، اینجا یگانه کسی که بسیار زیاد کمک کرد غوث زلمی که یکی از اون ژورنالیست های بسیار نامدار وطن است، فعلا در کانادا است، بسیار بر ساربان کمک کرد. گفتن که ساربان میرفت خانه ای را از خانه گرفته میارد، ایت نمیخوان، پس آنها دیگه بسیار خورک شتنگ شده بود، ایت نمیخوان، میره میارد در رادیو. یادم است که آوردن در رادیو، مرفت چی را بخوانم؟ شما بگوین که ما چی را بخوان؟ چپلک هم دن پایش بود، دیگه یک دفعه مر یادم اومد که نازی جان همدمی من دلبری من، الهی سیابی پوشی در غمه، نازی جان همدمی من دلبری من، نازی همدمی من، الهی سیابی پوشی در غمه من، نازی همدمی من. باباشی دیگه سالات موسیقی نیست، من اگذارت صدام اگذارت بسیار نیست. خوی خواندن یادم است که خواندن به اندازه مقبول خان خایده بود در رادیو، وقتی که خواندن ثبت میکردیم باز یک دفعه دیگه میشنیدیم میخواند. نازی جانم دمی من دلبری من، نازیم دمی من، الهی شب بود شی از غمی من، نازیم دمی من، الهی شب بود شی از غمی من، نازیم دمی. اگر آوی کشم سرا بسوزم، جان را جمله سر تا پا بسوزم، بسوزم عالم ار کارم نسازی، چی فرمایی بسازی یا بسوزم، چی فرمایی بسازی یا بسوزم، سریا چارم کن بخنجر پارم کن، بخنجر پارم کن، اگر از من بدیدی بی وفایی، بکش خنجر سرم صد پارم کن. وقت هستی هنرمند عزیز و جاودان ما که میشه زنده است، آهنگایش را نامش یاد میکنیم، سزاوار داوریست که از مرحوم افندی که حق بسیار زیاده بر جامعه هنری موسیقی افغانستان داره یاد شده، همچنان از سرمست بزرگوار و ننگیاله بزرگواری دو تا استادا در تهیه آهنگ ها بسیار زیاد نقش دارن و آهنگ هایی ساختن که گاهی آدمی تکرار نشدنی بودن. در رابطه با خیشاوندیشان با خانواده محمودی صحبت های بسیار زیاد میشه، همچنان سیاسی بودن ساربان.
ساربان همیشه با شعر، کتاب، داستان ها اینا رفاقت داشته، همراهش می بوده. اما در فعالیت های سیاسیه که پسوانتر برادرشان شادروان دکتر عبدالهادی محمودی مجاب شده بود و سهم داشت، در اون زمینه سهم نداره و در جریان این مبارزات هم بیماری به سراغش آمده. اما مادر ساربان دختر کاکای دکتر محمودی بزرگوار عبدالرحمن محمودی است، با اوی حساب با اونا خویشاوندی دارن. بازم ما آرزوهای نیک خود ابراز میکنم خدمت شما و بیننده همچنان اعضای خانواده بزرگوار ساربان و امیدوار هستم که نامشان روز فرا برسه و ارزش نهادن به ارزش های سالم فرهنگی هنری در جاهای بسیار مناسب گذاشته شده. تشکر. شیدای ما ویزد در دامن زیبایی، در دامن زیبایی، شیدای ما ویزد در دامن زیبایی، در دامن زیبایی، بینش که چه پروین را دنبال گسیلم شد، بینش که چه پروین را دنبال گسیلم شد، بین مای می روید ای میر گسیلم شد، استار نیف شانم در دامن دیلم شد. سرباز بی آهنگای مقبول برای شما کی کمپوز کده؟ یه امیشیریش صاحب از مادسن بارق شفی آهنگش آقای افیزلای خیال ساخت. دیگه آهنگ شما کی کمپوز کده؟ دیگه آهنگ شما صاحب استاد سلیم سرمست ساخته، صاحب فقیر ننگلی ساخته، صاحب بله دیگه انور شاهین ساخته، بله دیگه کی بوده این؟ یک پارچه ساخته شیری سیمین بابامی خوندیم، بله عبدالواب مددی. بسیار خوب. در چفاخانه ما هم ورم میرفتم به دیدنش هر روز، نه تنها ما بلکه یک تا محصلین دیگه که بودن، مخصوص محصلین فاکولتی طب که بود نزدیک بودن، همونجه باز همه دخترها و بچه ها اونجه میرفتم به دیدنش. اولش هم میکنم پسا میکنم باز متواتر، من همه روزا که میرفتم برش یکان زده یخنی میبردم که یکان نفر نان شفاخانه خود گای وقت میخورد گای وقت نمیخوردم از این بخورم. ای انسان بزرگوار یک مقدار کم شکمه خود دیگه البته جدا میکرد، نفری که در اتاق پاکوری میکرد که میامد باز میگفت که ای پاک هسته ای رو بگی بخو و همی دیششم از طرف من از تو بخشش باشه که کارت میام. خب بمیشه یعنی منظور میسته که بزرگوارشان تا یاده بود که نمیخواست که امو نفری که کار میکنه دیگه چیز اختوان من نی نداره پیسا مدر کنم زنگه گیره یک توفه بته، فقط میگفت برو اینمی دیش از تو باشه. تقریبا یک سه چار دانه دیش توفه دادا و بچه روز گفت که چی تو چرا یاره میتی؟ گفت با تو قرض نیست، ای بدرزادیم هسته، ای مثل اولاد هسته برمه، برمه بسیار احترام داره، پشت گپای نمیگرده. خیره کاکا خوب کردید. دیگر روز من که رفتم در شفاخانه نبودن و یک شفاخانه دیگه برده بودن شد، ما آجل رفتم اون شفاخانه و پیش دکترشان آجل رو پیدا کردم، گفتم که سربان سگم اینجا بوده، گفتا و خودت چیش میشی؟ من گفتم که من دوستایش و فامیل رو از قومی ماستم. گفتم خب، گفتم گفت خواهی تو بیا که من به تو ضرورت دارم، تو بر ما باید قصه بکنی، قصه بکنی از زندگی و از روزگارش که من بفهم که در تداوی من هستم. من گفتم خب بسیار خوب. باز من هر آنچه که میفهمیدم خبر داشتم از همه موضوعات که ناهنجاری های زندگی نامرمایت بسیار زیاد دیده بود برای دکتر گفتم و دکتر گفت بسیار خوب شد که برای من گفتی. در این زمان من برای دکتر گفتم که ای میفهمن که ای یک حافظ نامی ماسته، یعنی خواننده و هنرمند محبوب ماسته، ای ساربان است. دکتر یه دفعه میده دو سخته بلو بزد آه گفت این ساربان است؟ من گفتم بله این ساربان است. گفت این یش بچه بود که اینجا آمده که بود؟ من گفتم بله، یک وقت جوانیشون بود کامده بود. گفتین چی خیلیشون؟ من گفتم خب روزگار است. به هر صورت باز من سباش یک دو دانه کست ساربان سر ببردم برش، گفتم باز یارا بشنو.
و باز ما رفتم برای دیدن سازمان سر وقتی گرفتم گفت ما رو در اینجا آوردن ما رزیجه بکش که ما دقا آوردیم ما گفتم خب ما که دکتر تام گپ میزنم حتما گپ میزنم این کار انجام میدیم خارج هم رفتیم برای کنسرت ها نیستیم بله کدام جای رفتیم من یک بار تهران رفتیم بله دوبار روسیه دوبار شوروی رفتیم در کدام شهرهایش کنسرت دادین؟ چرا خمود استقبال مردم وقت چند سال پیش بودین؟ اپیزولای زیاد و استقبال ایجاد بود خب، از شما چطور بودین؟ از ما من یک بار دوبار میخوند دوبار میخوند، شما رو زیاد موقعی نمیدادن وقت به شوروی که از اول دفعه رفتیم سه به تشکند قزاقستان بله پس آمدیم به سمرقند بله به تشکند کابل یعنی در اطلاع اجاله قمانده ایواز شما بوده و خوب استقبال کرده شما رو چی احتیاج داشت به ما خود مثلا که برو برو بود ما هم مفتن هم برون بگیم بسیار خوب در شب چراغ راهی روشن به مثل ماهی روشن به مثل ماهی زیبا و خوش ادایی بابا چه خوشنمایی بابا چه خوشنمایی تابنده و قشنگی الماس تاج شاهی چشمت بزن ستاره شد ابر و پاره پاره چشمت بزن ستاره از من مکن کناره چشمت بزن ستاره از من مکن کناره